به نام خالق توانا بینندگان گران قدر تلویزیون آریانا علاقمندان برنامه چراغ هدایت سلام علیکم و رحمت الله و برکات خرسند که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم شما خوبانی که تماشاگر برنامه چراغ هدایت هستید عزیزان خوبی ما برنامه های در رابطه به علم تجوید مدنظر گرفتیم که ثبت بکنیم و بعد از نشر برسه تا مسئلیت خود را ادا کرده باشیم و همچنان کسایی که میخواین خوبتر و بهتر قرآن کریم را تلاوت بکنند باید تجوید یاد داشته باشند در این برنامه حال صحبت استاد امان احمدی را داریم موضوع بحثشان در رابطه به اهمیت حروف علوای قرآن کریم است با شما یکجا جا صحبت استاد را مشنیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد بندوان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال اسم در اولين درس از دروس تجويد القرآن الكريم در خدمة شما عزيزان قرار اه تصميم تسميم موامي شد بخير ان شاء الله ما دروس تجويد از كتاب تحفة الامان في تجويد القرآن اغاز كتاب برای مدرسین قرآن کریم آماده شده بسیار به شکل مختصر است اما تشریح نیاز داره که مبتدیین کسایی که ابتدا نو تجوید آغاز کردن از این کتاب استفاده کردن نمیتونن مگر اینکه که برایشان شرح شده دوستای عزیز ما که هستن میخوان تجوید بخوانن اونا میتونن از این سلسله دروس استفاده کنن و همچنان مدرسین قرآن کریم کسایی که میخوان تدریس کنن برشان این کتاب بسیار زیاد مؤثر و مفید است ما اولین درس آغاز میکنیم از الفبا است حروف هجا که اولا تلفظ حروف را بر شما بیان میکنیم که الفبا را چگونه تلفظ کنیم تهداب الفبا است که قاعده میگن قاعده های مختلف ما میبینیم در مدارس تدریس میشه قاعده بغدادی است قاعده نورانی است خب مهم تلفظ صحیح است ما قبل از اینکه حروفم بر شما تشریح کنم میخوایم در این درس اگر وقت زیادم گرفت در این حلقه اهمیت خود الفبا رو بر شما تشریح کنم که الفبا چقدر مهم است ما بخش اولی کتاب اختصاص دادیم به قاعده که اولین درسی که شاگرد در مدرسه میگیره قاعده رو میخونه بعدا صنف هجاخانی است الله ایره در سنوف قراعت یا مراتب یادگیری قراعت ما بیان میکنیم خوب از دوستای عزیز ما بفهمن که قایده با هجاخانی فرق میگن قایده صنف قایده چی است حروف بشناسه شاگرد حرکات بشناسه دامه فتحه کسره موشم و سلای ما پیش زبر زیر که میگم دیگه تشدید سکون این آشنایی پیدا کنه باز در صنف هجاخانی که میتونه آیسای صا سا هجاخانی کنه یا هجیگی میگه بازیا یا هجیگی میگه هجاخانی بعد از اون صنف روانخانی است همی که هر یارسه صنف که قاعده هجاخانی و روانخانی را رو باز ناظره میگن یا روخانی میگن بازیا که دوستای عزیز ما خوب بفهمان این صلوات باشن روخانی با معنی روانخانی نیست روخانی امو ترجمه ناظره است ناظره از روی که میخوان کو شامل می شود شا قاعده حجاخانی و روانخانی این سه صنف است بعد از این سه صنف باز میره به با هفت صنف قراعت به صنف مبتدی کسی که نو آغاز میکنه قراعته هفت و سه میشه ده صنف دو سنف دیگه به قاری متوسط و میشه دوازده صنف یعنی کسی اگر صحیح قرآن رو میخواه علمی یاد بگیره دوازده صنف رو باید بخونه مثل که در مکتب میره دوازده سال درس میخونه یک تیدا دوستای ما شاید فکر کنن که برو قرآن رو یاد گرفتنش بسار سطحی و آسان است بدون شک قرآن آسان است اما علمی و تخصصی اینجا مراحل داره که ما باید ایره سر نزد قاری مشاق ماهر در فن ما باید زانو بزنیم تا قرآن صحیح یاد بگیریم به می خاطر ما ان شاء الله با همکاری دوستای ما خواستیم که این سلسله در را آغاز کنیم اولین درس هم از قاعده آغاز کردیم قاعده بسیار زیاد مهم است که آل الف را ما تلفظ میکنیم ان شاء الله شاید چند درس ما قاعده الفبا باشه که الف را درست بر شما تلفظ میکنیم و حروف را تشریح میکنیم ببنين شما تصوير توجهوا كنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا فا جيم حا خا دل ذل را زا سين شين صاد ضاد طا و عین غين ف قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه يا شاید اکثر دوستای ما با این تلفظ آشنایی نداشته باشند اما اصل صحیح تلفظ اینا میسته به خاطر چی اگر ما حروف الف با را صحیح تلفظ نکنیم قرآن صحیح باز خوانده نمیتونه مثلا شما ببینید اکثر کسانی که الف بی، تی، سی خواندن اول خود صحیح حروف تلفظ نمیشه به این شکل کسایی که غیر مسلکی است تدریس میکنن اقتداد است مثلا الف ب ت سی میگن سی مثل سین تلفظ میکنن یا حروف مثلا توی زوی میگن سواد دوات میگن میبینن چقدر مشکل است وقتی که قرآن میخونه به یک شاگرد گفته شده که سواد دوات این وقتی که تلاوت میکنه میخونه مثلا سوره فاتحه را ولا لین میگه ولا لین نمیگه چرا در مدرسه برش سواد دعات درس سوا داده شده سواد دعات گفته نشده اینجا یک اضافه میکنه و یک اینجا چی هست؟ اینجا گناه شاگرد تا, جای نیست به خاطرش که استادش صحیح درس به و این خاطر باید دوستای عزیز ما متوجه باشن مدرسین قرآن کریم باید جدی متوجه باشند که اساس و تهداب از مالف این الفوا که صحیح تدیس نشد خود دیگه خلاص مثل که تعمیر شما آباد میکنین تهدابش از صحیح نمانیم این تعمیر دیگه خب باز صحیح جور نمیشه میگن که گرنه هد خشت اول میمار کچ تا سرایا میره دیوار کچ این تهداب است که باید صحیح باید گذاشته شد الف باره باید بالای شاگرده صحیح ما بخوانیم تلفزش صحیح تلفظ کنیم اول مدرس خوب صحیح خودش تلفظ صحیح بتونه شاگرده صحیح تلفظ کنن بعد از او بازی میره به سنفای دیگه که سراون خانی و تجوید و قراعت که میخوانند ان شاء الله ما کوشش میکنم در دروس بعدی هم که توضیحات داشته باشیم در مورد حروف هجا یا الف با و سرای ما شما باز هم تلفظ میکنیم و هر حرف شرح میکنیم تا درس بعدی و برنامه بعدی الله حافظ و ناصرتان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در قسمت دوم دو برنامه حال هم حدیث گوهر از نبی مرسل را داریم حضرت نامان بن بشیر رودی دلت عله روایت دی چی رسول اکرم صلی الله علیه و سلام و فرمایل مسلمانان په خپل منځو کې په دوستی زړسوي او شفقت کې د یو بدن پشان دي ک د بدن یو غړی په درد شي نور غړي هم په پریشانۍ او تب کې له غسره ګډوم کوي ایزوني ویلنده حال صحبته ډاکټر صاحب محمد داغود نسیمی راوړم او ځوی بحث شون در رابطه به دستاورد های حج است حاجی سایبای ک رفتند او مدامه د حج حج است او کسای ک حج کردگی هستن به این بفهمیم و بدانیم که حج چی دستاوردهایی با خود داره و چگونه ما میتونیم او با خود جامعه عمل بپوشانیم و به او اعمال و تعهدی که در آنجا کردیم چگونه پابند به با او باشیم توجه فرمایید به صحبتهایی استاد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد والصلاة السلام و و على رسول الله دوستان بسیار عزیز و گرامی الحمدلله باز فرصت داریم و در ایام عید و در روزهای بعد از اید قرار داریم که ما شما ای خاطرات عید و خاطرات حج تازه بسازیم به خود و بتانیم که خوشی عید دوامدار بسازیم برای خود بله ما و شما الحمدلله که مسلمان هستیم حتما می فهمیم که دی وقت وقت حج است و شاید از بین اعضای فامیل ما یا دوستای ما حتما کسی بشناسیم که دی این روزا در برای حج انجام ادای حج رفتن و واقعا که حج یک عبادت بسیار بزرگ است و ما و شما از خود سوال کنیم که چرا ما حج نرفتیم مخصوصا اگر تواناییش دارم و اگر تواناییش ندارم چطور به روحی عج باشم در این روزا روحن با اجاج باشم و پیش الله دعا کنم و کنم که به ما توفیق بته که به زودی ممکنه به خیر در سالهای آینده در اونجا باشم در حج باشم و اگر حج قبلا انجام دادیم دیگه مخاطرات خاطرات حج تازه بسازیم و از خود سوال کنیم که آیا ما که حج کردیم آیا واقعا صفات یک حاجی یا یک بیبی حاجی را دارم آیا واقعا ما چیزی از او حج با خود آوردیم و تغییرات در خود آوردیم که آل ما بتانم به یک انسان خوبتر یک مسلمان خوبتر در جامعه زندگی کنم حتما باید این نکات به یاد خود بریم چی حج قبلا انجام دادیم چی تاله انجام ندادیم و چی تواناییش داریم یا نداریم مخصوصا آنهای ما که تواناییش داریم باید متوجه باشیم که حج باید عجله شود در انجامش پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که ان الله فرض علیکم الحج فحجو میگه به شک در شروع حدیث ببخشین میگه یا ایوه الناس ان الله فرض علیکم الحج فحجو میگه ای انسان ها ای مسلمان ها حج بالای شما الله بالای شما بیشک حج فرض گردانیده لذا حج انجام بتین و دیگه جای پیغمبر صلی الله و سلام میگه که شما در ادای حج عجله کنین برای از که شما نمیفهمین که باز چی سرتان واقع میشه بله اکثر ما و شما که توانایی ادای حج داریم متاسفانه به دلایل مختلف او را تاخیر میکنیم پس مندازیم و زودتر به او اقدام نمی کنیم که جای افسوس است چرا وقتی که حج سر ما فرض شد بعد از او اگر بدون کدام دلیل شرعی او را تال میتیم دیگه باز گناه هسته و اگر مخصوصا فوت کنیم باز امو فرض دگردن گردن ما میمانه و بسیار سوال بزرگ میشه در باره از این چون یکی از بناهای اسلامی است از پنج بناهای مسلمانی است لذا ما باید توجه زیادتر به این بکنیم که هر چه زودتر ای حج انجام بتیم و مخصوصا تا خوارای ما یک روز بیبی عایشه رضی الله عن از پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسان کرد که آیا جهاد بالای زنها فرض است پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت بله جهادی که دو جنگ نیست که او حج و عمره است بالای خوارا هست یعنی خوارها وقت به حج میرن مثل که همچنان حج انجام دادن و جهاد انجام دادن دیگه حتما باید جهاد البته مثبت جهادی که مفید واقع شود که جد و جهد و کوشش در رای الله هست و فداکاری در راه الله هست و دفاع از, خود و از دین الله هست به چوکات ادایات الله دیگه واقعا حج بسیار یک اصل بزرگ اسلام است و فرض بزرگ است و خدا کنه که همه ما و شما روحن با اوجاج باشیم در این روزا و به خیر اگر نرفتیم زیاد حضور کنیم دعا کنیم پیش الله و کوشش کنیم که کم کم ولو که روز در پا باشد جمع کده بریم که انشاءالله در صرف چند سال آینده باز به خیر بتونیم حج خود انجام بتیم و اگر تواناییش نداریم سر ما فرض نیست هیچ احساس گناه باید نکنیم احساس ازی نکنیم که چرا ما حج رفتن هم از اینکه که خداوند حج تنها بالای کسای فرض ساخته که اونا تواناییش دارن لذا ما شما باید در هر صورت شکر الله را انجام بتیم که الله ما را وادار نساخته فرض نساخته سر ما که تواناییش نداریم ولی آرزوی شاید من داریم بایست مسلمان و انشالله اگر الله خواسته باشه و ما و شما کوشش کنیم یقینا که یک روز بخیر الله بر ما تواناییش میتن و آنهای ما که کوشش کردیم که حج بریم مگر به بر خاطر که یا قره بر ما نبرامت یا جاویزه بر ما ندادن دیگه الحمدلله اقدام کردیم دیگه را پیش الله ارزش داره و اقدام ما و اگر خدا نخواسته بین حال و عجب بعدی فوت کنیم خداوند انشالله او عجب بر ما حساب میکنه چون ما شما از نگاه انسانی و بندگی کوشش خدا کردیم زحمت کشیدیم ولی بازم رفته نتانستیم به دلایل که از توان ما خارج بود در اون صورت قابل نگرانی نیست قابل تشویش نیست ما شما کوشش خدا کردیم حج ثوابش ان که گرفتیم ولی بخیر خیر سال آینده باز به خیر اقدام میکنیم و ان شاء به زودی ممکنه به خیر میریم خداوند همه ما و شما را بخیر خیر توفیق بده که ای را اقدامات کنیم و دیگه دوستای خدا که در دور پیش ما هستن تشویق کنیم که اگر توانایی حج دارن دیگه تال نتن قارب ما دوستای ما همکارهای ما و حج انشاالله که ما شما را یک انسان خوبتر می سازه یک مسلمان خوبتر می سازه و به الله نزدیکتر می شیم و می توقع می را که کسایی که حج کردن بخیر پس بیاین و انشاالله بهترین مسلمان و بهترین انسان شوند که انشالله در برنامه های بعدی راجع به پیامد های حج بخیر خیر صحبت های زیادتر می داشته باشیم خداوند همه ما شما را توفیق بدهد آمین یا رب العالمین و علیکم و رحمت الله تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودید در اخیر نعتی را داریم تا روز بعد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأملتني وتسترني رغم أني عنيد لانك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد اتيتك يا خالقي باكيان ودمع الاسى كل حين يزيد فقد قلت في الايه لا تقنطوا وان تعف عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار دهید